با هم دیگه و اون هستش که قلبت کجاست. این سوالیه که هر کس باید از خودش بپرسه و این هفته این موضوع قلب منو به خودش جلب کرده بود که قلبت کجا هستش. کلام خدا ما توضیح میده، نگاه بکنیم با هم دیگه، و از ما اینو میطلبه. مزمور 23 آیه 7، امثال سلیمان 23:7 میگه چنان که در دل خود فکر میکنید میکند خود او همچنان است. خداوند تو را میگوید هر چی که تو دل تو هست، هر چی که فکر میکنی همون هستی. این نکته ای که خداوند مد نظرش هست و اون رو به همه ما گفته. چی فکر میکنیم در طی شبانه روز؟ فکرمون به کجا هستش؟ اگر به هر قسمتی فکر ما هست، دل ما هم همونجا هستش. کلام خدا میگه دل ما همونجاست. ما نمیتونیم بگیم دل من مثلا تو کلیساست ولی فکر من جای دیگه هستش. فکرم خیلی مشغوله. من امروز با هر این هفته با هر کدوم از عزیزان کلیسا صحبت کردم، چطورید، چی کار میکنید، خیلیشون همین گفتن. برادر دلمون تو کلیساست ولی انقدر گرفتار کاریم، انقدر گرفتار مسائل زندگی هستیم. این نمیتونه حقیقت داشته باشه. اگه دل ما در خداوند هست، اگه فکر ما در خداوند هست، دل ما همینطوری رفتار میکنه. آیه بعدی رو با هم نگاه بکنیم. متی باب 6 آیه 21 میگه عیسی مسیح هر جا گنج توست، گنج چیز گرانبهایی، نه، هر جا گنج توست دل تو نیز در همون جا خواهد بودش. عیسی مسیح رو داره به شاگردان تعلیم میده، امروز هم داره به ما میگه هر جا گنج توست دلت همون جاست. گنج ما کجا هست؟ آیا توی کمد خونمونه؟ آیا تو بانکمونه؟ آیا تو مدرسه‌مونه؟ محل کارمونه؟ هر جا هست دل ما اونجا خواهد بود. منظور عیسی مسیح اینجا این هستش، اگه دل ما، اگه گنج ما خود عیسی مسیح باشه، دل ما هم اونجا خواهد بود. نمیتونه کسی عیسی رو دوست داشته باشه، عاشقش باشه، ولی دلش با اون نباشه. بگه من نمیتونم دیگه، گرفتارم، نمیتونم بهش وقت بدم. این اصل اساسی رو عیسی مسیح ما یاد میده که دل تو ببین، میخوای ببینی دلت کجاست، میخوای آزمایش بکنی دلت کجا هست، ببین گنجت کجاست. اگه یه لحظه چشامون رو ببندیم، اون چیزی که برای ما مهم هستش، حالا هر چی میتونه باشه، شاید یه اتومبیل باشه، شاید یه مواد غذایی باشه، هر چی که هست، اگه دل ما اونجا هست، اگه فکر ما اونجا هست، دل ما اونجا هست. من میشناسم همچین آدم رو، دیدم که دلشون جایی هست که گنجشون هستش، باید برن به اون گنجشون برسن، نمیتونن تو اون لحظه بهش فکر نکنن. سلاید بعدی رو نگاه بکنیم. همینطور عیسی مسیح ما توضیح میده در لوقا 11:45 میگه آدم نیکو، آدم نیکو کسی که به خون مسیح خریده شده، نه، او پاک شده، از خزینه خوب دل خود چیز نیکو برمیارد. اگه دل شخص خوب باشه، به فکر کارهای نیکو باشه، میگه چی؟ از دلش همین چیزای نیکو بیرون میاد. پس اگه از زبان من، از افکار من، از رفتار من چیزای نیکو برمیاد، به خاطر اینکه در دل خودم یک گنج نیکو دارم. و بعد ادامه میده میگه شخص شریر، برخلاف اون، یک شخصی که روحانی نیستش، از خزینه بد دل خیش چیز بد بیرون میآورد، زیرا که از زیادتی دل زبان سخن میگوید. دقت میکنید؟ به عبارت عیسی مسیح داره به ما تعلیم میده هر چی که ما داریم از خودمون الان نشون میدیم، حکایت از اون میکنه در دل ما، در فکر ما چه خبره، چی هستش. اگه ما شادیم دلمون هم شاده، اگه ما غمگینیم، برای که دلمون غمگینه، اون دل باید شفا پیدا کنه، اون دل باید کاملا در حضور خدا روبروش کار بشه، فکر روبروش کار بشه. اگه من یه آدم جدی هستم تو زندگیم، برای که تو دلم من یه قصد و تصمیم جدی دارم. نمیتونه شخص رویا داشته باشه، ویژن داشته باشه و بگه میدونی من دلم با این ویژنم نیستش. اگر ویژن داریم، حتما دل ما با اون ویژن و رویا هستش. اگر رویایی داریم، رفتار ما نشون میده، کردار ما نشون میده، استقامت ما نشون میده، پایداری ما نشون میده که ما یه رویا داریم، من باید به این هدف برسم، من باید این کارو بکنم. وگرنه سال میاد 12 ماه میره، روزا میگذره، هفته به هفته میگیم چرا هیچ اتفاق نیفتاد؟ برای که در دلت اون قصد واقعی رو نداری.
بدتری حرف اینه که تقصیر رو گردن کسی دیگه بندازی، بگی این شخص باعث شد که من به رویا و هدفم نرسم، این شخص باعث شد من به آرزوام نرسم. اشتباهه. اگر در دل چیز نیکو داری، اون رو در زبانت هم میاری. در دل ما آنچه که هست به زبان ما میاد. اگه میگم من بدبختم، بیچارم، برای که دلت این فکر داره میکنه، فکرت اینو پذیرفته. اگه میگم من شادم در مسیح، با این وجودی که این اتفاقا بر من افتاده، نشانگره که دل ما شفا یافته و پربرکته. امثال سلیمان باب 4 آیه 23 چی میگه؟ با هم نگاه کنیم. امثال سلیمان، سلیمان حکیم میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار، زیرا سرچشمه امور حیاتی همون دل ما هستش. ترجمه جدید به فارسی. خیلی مهمه که ما از دلمون مواظبت کنیم. امروز در عصر نگاه میکنیم مردم همه چیزو به خورد خودشون میدن، همه چیزو. ببینید ما چه چیزایی وارد زندگیمون میشه، اون چیزی که میبینیم، اون چیزی که میشنویم. هر چی میبینیم و میشنویم وارد وجود ما میشه. نمیتونی بگی من این چیز بد رو دیدم، ولی نه، من این چیز بد رو من تأثیر نمیذاره. الان کشیش در کلیسای قبلی میگفتش، میگفت که دخترم اومد گفت من فردا میترسم، آیندم یه جوراییه، میخوام برم دانشگاه، مدرسه، آینده چی میشه، من دارم بزرگ میشم. بعد میگه باهاش صحبت کردم، دیدم یه فیلم نگاه میکنه، سریالی هستش که همش راجع به مرگه، روش تأثیر گذاشته. اینجاست که کلام خدا میگه باید از دلت مواظبت کنی. چرا؟ چون در دل ماست که این حیات الهی هستش یا نیستش. در دل ماست که چیزی جا میگیره. برای همین که شیطان از مسائل مختلف استفاده میکنه تا دل آدم ها رو چکار کنه؟ تسخیر بکنه، به دست بیاره. سلاید بعدی رو نگاه بکنیم. حالا میخوایم ببینیم که قلبی که در پی خداست چه جور قلبیه. سه نکته نگاه میکنیم، زیاد نگاه نمیکنیم. با همین چند تایی که اعلام میکنیم میخوام ببینید که شما کدوم هستید. اگر قلب کسی در دنبال خدا هست، در پی خداست، seeking the Lord، قلبیه که برای او اشتیاق داره. یعنی صبح پا میشه اشتیاق اولش خداست، ظهر در طی روز، عصر، شب که میخوابه اشتیاق خدا داره. داوود چی میگه؟ میگه چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق فراوان داره، منم همونطوری هستم. اگر ببینید اشتها ندارید برای خدا، قلب شما در پی خدا نیست، نمیتونه باشه. اشتیاقتون چیه؟ چه چیزی وقتی صداش میاد تو گوشتون، تصویرش میاد تو ذهنتون، بیشتر از همه براش اشتیاق دارید؟ مسیح چی گفت؟ گفت من اومدم که خواسته پدر خودم رو انجام بدم. خواسته پدر چی بود؟ که در نهایت مسیح رو صلیب برای گناهان بشر بمیره. جسمش گاهی وقتا نمیخواست، مسیح جسم شده بود دیگه، مثل من و شما. وقتی رفت تو باغ جسمانی گفت پدر من نمیخوام، این پیاله رو بگیر از من. پدر جوابشو نداد. چرا؟ چون میدونست که عیسی اومده برای که برای گناهان ما بمیره. سکوت کرد. خود مسیح همه، ولی جسمش تحت فشار بود، میدونست چه اتفاقی قرار بیفته براش. مصلوبش کنن، شلاقش بزنن. پس اگر ما اشتیاق داریم که او رو بشناسیم، این نشون میده قلب ما جای خوبیه. شناخت خدا در یک مرحله از زندگی ما تموم نمیشه. بگیم حالا من مثلا این درس ها رو گذروندم، من فارغ التحصیل شدم، من نمیدونم حالا خدمت میکنم، حالا کلیسام پر آدمه، حالا نمیدونم برنامه های ایمانیم اینطوره، با اینه تموم نمیشه. ما مادامی که زنده هستیم خدا رو باید بشناسیم. شناخت خدا اینقدر عظیمه. ما دو هفته پیش که سمینار رفته بودیم یه ویدیو نشون دادم، بعد یه بار اینو پیداش کنیم نشون تو بدم. اصلا شاخ در می آوردی. کهکشانی که من و شما الان تو یکی از اون کراتش هستیم، یعنی کره زمین، وقتی دانشمندا نگاه میکنن با دوربین و تشکیلات که دارن، اندازه شن هم نیست. اندازه شن نیست کره زمین به این بزرگی. اگه از اینجا میخوای بری ایران 14 15 ساعت طول میکشه با هواپیما. ببینید در چشم خدا چقدر ناچیزه و کوچیک هستش، ولی با این وجود خدا اشتیاق شدید برای ما داره، ما رو دوست داره. آیا واقعا ما چقدر برای او اشتیاق داریم؟ آیا اشتیاق داریم کلامش رو بخونیم؟ آیا اشتیاق داریم بریم به کلیسا؟
آیا اشتیاق داریم خدمت کنیم؟ آیا اشتیاق داریم که وقتمون رو به خدا بدیم؟ این نشون میده ما دنبال خدا هستیم. دومی نگاه کنیم. کسی که در پی خدا هست قلبش از او اطاعت هم میکنه. اگر قلب تو دنبال خدا هست تو رو اطاعت هم میکنی. اطاعت یعنی هرچی از دستم بر بیاد. نه به چپ نگاه میکنم، نه به راست نگاه میکنم، نه به گذشته نگاه میکنم، نه به وضعیتم نگاه میکنم. کاری که باید انجام بدم و خدا گفته از اون اطاعت میکنم. مشکل نسل امروز به نظر من اینه که ما هم جز بشستیم، روح نااطاعتی درش خیلی قویه، خیلی قویه. مثلا مردم دوست دارن نااطاعتی کنن، میگن سی دی ها رو کپی نکنید، فیلم ها رو کپی نکنید. دوست دارن مردم کپی کنن. میگن این برنامه های کامپیوتری رو کپیش نزن، برید اصلش رو بخرید. دوست دارن. میگن از این سرعت تندتر نرو، دوست دارن تند برن. میگن از پدر و مادر خود اطاعت کن، کلام خدا میگه. دوست دارن نااطاعتی کنن. نااطاعتی نسل ما رو در بر گرفته، همه ما رو، کلیسا رو. همه ما میدونیم اشکال کار کجاست. من با مردم صحبت میکنم از اعضای همین کلیسا. برادر من میدونم دارم نااطاعتی میکنم، ده یک نمیدم. اوکی باید داری میگی، من که نگفتم. بردم میدونم من ایماندار خیلی بدی شدم، جلسه نیومدم. اوکی خودت گفتی، من نگفتم. چرا پس نااطاعتی میکنی؟ و بعد نتیجه که از زبان اینجور افراد میاد وقتی باشون صحبت میکنه، که شاید ما هم جزوشون هستیم، اینه که من چقدر سرگردونم، چقدر گرفتارم، آرامش ندارم، شادیم از بین رفته، برای که نااطاعتی میکنی. من راجع به اطاعت این هفته فکر کردم. اطاعت از خدا یعنی که هر چی کلام میگه انجام بدی. خیلی ساده است. کلام میگه عصبانی شدی به همسرت، برو بگو ببخشید. فقط برو بگو ببخشید. همین، به همین سادگی. این اطاعته. اگه من میدونم که این گناه رو انجام دادم در زندگی روحانیم و اشتباه کردم، بعد از خداوند توبه بخوام. امروز من به شما نگفتم، شما در سرودها روی توبه کار رو مون بودش، نه؟ پس اطاعت نشون میده که دل ما با خدا هست یا نیستش. شاگردان انقدر مطیع خدا بودن که حاضر نبودن که هیچ انسانی رو گوش بکنن. یه عزیز داشت نظر میداد راجع به خدمت ما، یه جوانی با هم صحبت میگه، امروز بود کی بود، من مرسی من از خدا میخوام اطاعت کنم. واقعا همین، یعنی به اینجا رسیدم. نااطاعتی برکت رو از زندگی ما بره. سومی نگاه کنه، کسی که قلبش در پی خداست میره خدا رو به دیگران معرفی میکنه. شما یه دونه فیلم ساده رو نگاه میکنید، مثلا فیلم خنده دار، به هر کی میرسه میگی که این فیلم رو سه شمی میدن، خیلی خنده دار، نگاه کن. چرا؟ چون دلت اونجاست، خوشت اومده، فکرت اونجا هستش، دلت اونجاست. اگه ما دلمون با خداست نمیتونیم راجع به خدا به کسی صحبت نکنیم. کلیسه اولیه اومدن شلاقشون بزن، گفتن ما نمیتونیم نگیم. بزنید شما هر کار دلتون میخواد بکنید، ما نمیتونیم او رو معرفی نکنیم. ما در عصر زندگی میکنیم که مردم چیزی که میخوان بفروشن، یه پرادکت، یه محصولی رو به هر کی میرسه معرفی میکنن. بیا اینو ببین، اینو ببین، این کارو بکن، اون کارو بکن. اگر قلب ما پی خداست نمیتونیم او رو به دیگران معرفی نکنیم. اگر او در زندگی ما کارهای نیکو کرده، معجزات کرده، گناهان ما رو بخشیده، ما رو از تاریکی بیرون آورده، نمیتونیم نگیم. اگه دلمون باهاش هستش. آمین.